محمود امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران از اسلو با ماست. خوش آمدی آقای امیر مقدم. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گفته در سال جاری در ایران به طور متوسط هر هفته 10 نفر اعدام شدند. میدونیم که ایران در سال گذشته هم همواره یکی از کشورها با بالاترین آمار اعدام بوده. چقدر این اعدام ها در بلند مدت یا میان مدت میتونه برای جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی هزینه بردار بشه؟ بله، درود بر شما. ببین، درسته حکومتی که حمایت مردمش رو نداره و از سوی دیگر به خاطر فساد و بیکفایتی رهبرانش قادر به حل مشکلات روزمره مردم هم نیست، ناچاره برای ادامه بقا به ارعاب مردم روی بیاره و اعدام مهمترین ابزار هست برای نگه داشتن قدرت، برای طولانی تر کردن عمر حکومت. حالا از طرف دیگه ما میدونیم هزینه سیاسی برای حکومت مهمه و همین دلیل هست که اکثر کسانی که اعدام میشن در واقع قربانیان کم هزینه این اعدام ها هستند. ببینید، در سال جاری دیروز کمیساریای عالی اعلام کردن که 209 نفر اعدام شده. این عدد تا امروز به 218 رسیده، یعنی روزانه ما اعدام داریم و در این 12 روز گذشته به طور میانگین 5 اعدام در روز. اکثر این افراد قربانیان کم هزینه هستند، متهمان قاچاق مواد مخدر، بسیاری از اونها شهروند بلوچ هستند. هزینه اعدام ها پایینه برای اینکه اعتراض آنچنانی به اعدامشون نمیشه، جامعه جهانی واکنش نشون نمیده. اگر جامعه جهانی واکنش نشون بده هزینه میره بالا و این واکنش هم باز هم ربط داره واکنش های درون کشور، داخل کشور. ببین، دیشب جلوی زندان قزل‌حصار خانواده سه تا از این زندانیان که اعدام شدند اونجا بودند، ماموران حکومت با گاز اشکاور بهشون حمله کردند. این خانواده نباید تنها باشند. در حال حاضر این زندانیان، شاید صدها شاید هزاران زندانی در زندان های مختلف کشور، با اتهام های مواد مخدر یا اتهامات دیگه در خطرند و اعتراضات داخل کشور میتونه هزینه رو بالا ببره و میتونه کمک کنه که ما فشار بیاریم روی جامعه جهانی که روی حکومت ایران فشار بیارند و هزینه اعدام ها بالا بره. واکنش تا حالا بوده، ولی ما میگیم که فقط محکومیت و ابراز نگرانی کافی نیست. ما گام های عملی میخوایم. وقتی که حکومت افرادی رو، حالا یک تعداد زیادی رو به اتهام جرائم مواد مخدر اعدام میکنه که جزو جدیترین جرائم محسوب نمیشن و اینها در واقع دادرسی عادلانه هم نداشتن و واقعا نمیدونیم که گناهی مرتکب شدن یا نه، از طرف دیگه کسانی رو اعدام میکنه مثل همین 2 نفری که الان شما اسپردین که به خاطر ابراز عقیده اعدام میشن. این رو جامعه جهانی نباید تحمل کنه و من فکر میکنم که واکنش مردم، جامعه مدنی داخل کشور، شبکه‌های مجازی میتونه تاثیرگذار باشه. آقای امیر مقدم، به عنوان مدیریت سازمان حقوق بشر میخوام از شما بپرسم، مدافعان حقوق بشر گفتن که جمهوری اسلامی این اعدام‌ها رو با هدف ایجاد ارعاب در جامعه انجام میده، نه مبارزه با جرم. اما نهادهای حقوق بشری و جوامع بین المللی چه تمهیداتی اندیشیدن که حکومت‌های با شاکله و ساختار جمهوری اسلامی نتونند از اعدام به عنوان یک ابزاری برای سرکوب استفاده بکنند؟ خب ببینید، در واقع جامعه جهانی اگه نهادهای حقوق بشری رو نگاه کنید، کاری که میتونن بکنن اطلاع رسانی هست و اینکه حساسیت افکار عمومی جهان رو بیشتر کنن نسبت به این اعدام ها. دولت‌های کشورهایی که با جمهوری اسلامی ارتباط دارند، اونها میتونند گام‌های عملی بردارند. برای مثال در حال حاضر با این موج اعدام‌ها، در واقع اعدام نمیشه گفت، این یک جنگ تمام عیار علیه مردم، ماشین کشتاره.
در حال حاضر من فکر میکنم که دولت هایی که با جمهوری اسلامی رابطه دارند، هر نوع رابطه ای، باید بازنگری کنند در این ارتباطاتشون. هیچ دیالوگی بین جمهوری اسلامی و این کشورها، کشورهایی به حقوق بشر احترام میگذارند، نباید باشه، بجز در مورد وضعیت مردم ایران در مورد این کشتارها. خب جمهوری اسلامی هم از طرف دیگه برای ادامه بقا این کار میکنه، ولی ما میدونیم که این فقط یک تأثیر کوتاه مدت خواهد داشت. این حکومت هیچ ثباتی نداره، فقط برای تا حدی طولانی تر کردن عمر خودش داره به این کشتارها دست میزنه، و کاری که ما میتونیم بکنیم، مردم داخل کشور، خارج کشور، اینه که تا اونجایی که ممکنه از کشتار بیشتر جلوگیری کنیم. و من فکر میکنم که اعتراض در داخل، تحصن کردن بیرون زندانها، تحصن در خارج کشور، تعقیب کردن دولتهای اروپایی به واکنش شدیدتر میتونه تاثیرگذار باشه. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران از اسلو، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه و اینکه دعوت ما رو پذیرفتین.